هنوی همیشه مال خودش هست. لطف داریم خب شما. امروز واقعا خوشحالیم که حالا در خدمتش هستیم و من قبلش اشاره بکنم که ما داریم داره ضبط میکنیم و به طور داکیومنت توی گروهمون نگه میداریم و احتمالا توی وبسایتمون لینکاشو خواهیم گذاشت برای دوستانی که میخوان بیان پروژه شروع بکنم بدونن که خب یه سری کارهای انجام شده، تجربیاتی وجود داره، با دیدن این بحثا بتونن یه خود انتقال تجربه بکنن و بتونن یه خود سریعتر روی قضیه بیفتن. به طور موازی خب داریم سخنرانی خیلی خوبی که توی این زمینه تو جاهای دیگه شده اونا رو هم اضافه میکنیم و یه خود پروژه ها رو وبسایتی براشون طراحی میکنیم که داکیومنت هایی باشه وقتی بچه ها میان بدونن که خب چه مقالاتی بخونن، چه سخنرانی گوش بدن، از کجا شروع بکنن، چه دیتابیسی وجود داره و به نوعی یه خورده کوچولی بتونیم رو ارگانایزش کنیم. خب عباس هم از صحبت سخنرانی واقعا خوبه، من صحبتاشو حالا توی همین سایت سیدپور توی اینستاگرام فالو میکنم، ببینم واقعا هم خوش صحبه و هم صحبت های خوب میکنه. خب امروز هم در خدمتش هستیم. ما پس اپاس ما از مرتبه یک ساعت فرصت داریم که در خدمتون باشیم و بیشتری باشیم. خیلی ممنون های دکتر، لطف دارین، نظر لطف شماست دقیقا و من خیلی خوشحالم، یعنی هم خوشحالم که بعد از مدت ها دارم توی بهشتی تاک میدم، چون من یه بار اومدم ایران ولی خب به خاطر کووید تقریبا همه چیز تعطیل بود، نشد. آدم این حسو داره که احتمالا وقتی میاد ایران دوست داره اول جایی که میره سخنرانی میکنه یا من این کارا کردم اینا اون جایی که درس خونده و من بهشتی همیشه خیلی دوست داشتم و هنوزم فکر میکنم که دانشگاه خیلی خوبیه و جای خیلی بهتر شدن هم داره. بگذاریم، من امروز میخوام راجع به دو تا کار صحبت کنم که یکیشون میشه مداخله دارویی، یکیش میشه مداخله غیر دارویی. حالا توضیح میدم اینا یعنی چی، ولی ایده کلی اینه که ما وقتی کووید، یه چیزی مثل کووید داریم توی جامعه، یه بیماری که داره میاد و به طور گسترده توی جامعه پخش میشه، مردم میان و یک سری راه حلایی رو پیدا میکنن که این بیماری کم بشه، یعنی یا تعداد آدم ها یا شرایط وخیم بودنش کم بشه. به اینا میگم مداخله. مداخله دارویی منظور اینه که مثل واکسن، یعنی شما یک چیزی که از قدیم، حالا قدیمه نه خیلی دور، قدیمی که پیدا شده دارو، واکسن میدید به مردم و اینجوری دخل و تصرف میکنه توی کووید. مثلا مداخله غیر دارویی مثل اینه که شما ماسک میزنید، فاصله میگیرید از هم، خونه میشینید، مدرسه رو تعطیل میکنید و این حرفا. حالا من کمی میخوام راجع به حرف بزنم که خب با اینا چجوری میشه مدل کرد، ولی قبلش باید کمی راجع به این حرف بزنیم که خب خود این مدل های پخش بیماری رو چجوری میشه مدل کرد قبل از اینکه حالا یه اینترونشن، یک مداخله ای بذاریم. چی مثلا من اولی کمی راجع به این حرف میزنم که ساده ترین و معقول ترین روش هایی که میشه یه spreading process یا پخش بیماری رو توی جامعه مدل کرد چه شکلیه، بعد کمی راجع به این حرف میزنم که خب این مشکلاتی هست راجع به این مدل ها و بعد میام حلشون میکنم. حالا حلشون میکنم یعنی که میگم راه حل بهتریشی. بعد راجع به واکسن حرف میزنم که چجوری میشه با واکسیناسیون توی یه جامعه سلانی منی جمعی ایجاد کرد. بعد اگر حوصله داشتید و خسته نشده بودید، من میتونم راجبه یه تکنیک بامزه حرف بزنم اسم رهگیری تماس. این دوتا کار اخیرا اون رفتشون پیاری پس رفته شدن، لینکاشون هست، حالا بعدا من اسلاید رو میفرستم میتونید جزئیاتش رو بخونید، چون من توی این ارائه احتمال زیاد یک بخش زیادی از ریاضیات و جزئیات فنی کارو میپره خاطر اینکه فرصت نمیشه. خیلی خوب، همطور که احتمال خیلی زیاد شنیدید، ساده ترین راهی که ما بخوایم یک همه گیری رو توی جامعه به طور ریاضیاتی مدل کنیم اینه که خیلی خیلی ساده پیچیدگی های جامعه رو بذاریم کنار، رو به این فکر کنیم که خیلی خوب آدم ها یا سالمن یا مریض،
اینکه حالا کی چه جوری سالمه، کی چه جوری مریضه، یا اصلا فرد به فرد چقدر آدم و فرق دارن، that's not we care about. یه سری آدم داریم نه سالمه، یه سری داریم آدم داریم مریضن، و ده تعدادی آدم از این بخش سالم تبدیل میشن به اینوش آدم به بخش مریض، و اینو همه بلدیم مدل کنیم. ایده اینه که آقا ما کلن یه مدل دیفرانسیل باید بنویسیم که از یه جعبه گاز ها بیان برن توی یه جعبه دیگه. خیلی ساده میگیم جامعه دو تا بخش داره، یه بخش ساسپتبل داره که آدم های سالم هن، یه بخش انفکتد داره که آدم ها مریض هن، و با یه نرخ بتایی، با آهنگ بتایی، این آدم ها از بخش اسپون تقلیم شن به بخش های. خب این همه هر کسی که یه ذره معادلات دیفرانسیل دیده باشه میدونه که این معادل لاجستیکه. من یادم از این کلمه لاجستیکه تعبیر فارسی خوب پیدا شد، اگه کسی یاده شد به من بگه، من دیگه اینقدر نگم لاجستیک. ولی خب به طور کلی اینه که شما میدونید که وقتی با آهنگ بتا تعداد آدم های ساسپتبل داره کم میشه، با یه همچین فرمی این داره کم میشه، و اکس هم چگالی آدم های مریض، یعنی تعداد آدم های مریض هستم های کل جامعه. اون موقع حل کردن این مدل دیفرانسیل کار سختی نیست، و یک نمودار معروف به شما میده که اول از همه شروع اپیدمی این شکلیه که پونتر قبلا میداد. وقتی اپیدمی شروع میشه میبینید که اون ابتدای اپیدمی یک رشد نمایی دارید، بعد تقعر این تابع عوض میشه تا سچوریت بشه، و این داره به شما میگه تعداد آدم های مریض چجوری زیاد میشه. این مدل خوبیه راستش، اونقدر هم مدل بدی نیست با همه سادگیش. حتی اقل این اولش خیلی خوبه، یعنی رشد نمایی خیلی خوب توضیح میده، ولی شما میتونید بعدا بگید که آقا کدوم بیماری آخه این شکلی بوده که مثلا بیماری شما میگه که توی تایم اسکیل معقولی همه جامعه تبدیل میشه به مریض، در صورتی که ما میدونیم که اولا هیچ موقع همه جامعه مریض نشده، دوما یه سری آدم ها سالم میمونه، سوما اصلا این تغییرات این شکلی نبوده. بعد ما خب قبول، ولی حالا این مدل از ما بپذیرید ببینیم چجوری میشه اینو پیشرفته ترش. ایده ساده ترینه که معقول ترینه که بابا درست آدم ها مریض میشن، ولی خب آدم ها با یه نرخی هم خوب میشن. یعنی شما آدم ها از کامپارتمنت S با یه آهنگ بتایی میرن به کامپارتمنت I، ولی از اونجا بعد یا فوت میکنن مثلا یا خوب میشن. برای همه از لحاظ فیزیکی اینا دیگه برهم کنشی با شبکه قبلی نمیکنن. یعنی شما این سری آدم دارید که وقتی یه اتفاقی میفته اینا خیلی خونسا برخورد میکنن. واسه همین این مدلی که بهش میگن SIR معروف ترین و معقول ترین مدل برای اینکه شما به یه جامعه نگاه کنید. خیلی هم باز همه چی تقریبا ساده پیش میره، معادلات دیفرانسیل رو میتونید بنویسید، این ترم برهم کنشی رو اینجا دارید، این ترم هم داره ازش کم میکنه، و میتونید خیلی معقول به این مسئله دوباره فکر کنید که خب چی میشه. خب اولین اتفاق اینه که اینو نمیتونیم به صورت تحلیلی حل کنیم، ولی خب ما عادت داریم که توی علم نتونیم زیاد چیزا رو تحلیلی حل کنیم، ولی اشکال نداره اینو میتونیم به صورت عددی یا هر روشی که زور اون رو حل کنیم. اتفاقی که میفته اینه که اون نمودار قبلی که اینجوری رشد نمایی میکرد و بعد سچوره میشد دیگه این شکلی نیست، این میاد به یه آستانه میرسه و بعد افت میکنه. کماکان میبینیم که اول پاندمی، اول اپیدمی رشد نمایی داریم، ولی میبینیم که بعد از یه زمانی این رشد کم میشه، و همینطور بقیه نمودارم تقریبا معقول به نظر میرسه دیگه. نه چند تا نکته دیگه هم وجود داره راجع به این نمودار، چون خیلی نمودار مهمیه و خیلی هم احتمالاً راجع بهش حرف زدیم. یکی این که وقتی شما مدل SIR دارید، اون موقع یه عددی قابل خیلی عدد به عنوانه پروکسیه میشه خیلی راحت راجع به بیماری حرف زد، بهش میگه عدد سرایت پایه. مفهوم عدد سرایت پایه اینه که وقتی اوایل یه همگیریه و یه آدم مریض میشه، به طور متوسط اون میتونه چند نفر دیگه رو مریض کنه.
خب یعنی اگر این آدم مریضه من میتونم حس بزنم به طور متوسط این چند نفر دیگه رو میتونه مریض کنه. چرا اینقدر این مفهوم مهمیه؟ چون اگر اینا به عنوان یک برانچینگ پروسس بهش نگاه کنید، چون همتون احتمالاً برانچینگ پروسس رو توی فیزیک هستی دیدید دیگه ها، یه چیزی اینجوری شروع میکنه رشد، بزرگ شدن و همینجوری نمایی شاخه شاخه زیاد میشه. قاعدتاً اگر این رشدی که این داره میکنه از یه آستانه بیشتر باشه، در نهایت به طور وحشتناک یه چیزی تولید میشه. مثلا این عدد سرعت پایه داره به شما میگه که با توجه به این نرخ بتا و گاما میتونید این کمیت رو داشته باشید. یعنی توی مدل SIR بتا آهنگ تبدیل S به I و گاما آهنگ خوب شدن مردم. این به شما میگه که این عدد چنده و این عدد خیلی مهمه، چون عدد معمولا اگر از یک بیشتر باشه به این معنیه که شما احتمال اینو باید داشته باشید که یه اپیدمی بزرگ رخ بده. احتمالا زیادم راجع به این شنیدید، یا اگر این فیلم چیز رو دیده باشید، این فیلم که راجع به پخش این بیماری بود که خیلی اول کووید هم سر سده که راجعش اولش راجع به این آرمات حرف میزن. این گوش ذهنتون باشه چون من بعدم به این برمیگردم، ولی این خیلی عدد مهمیه. برگردیم به نمودار. پس آرنات که یک ترکیبی از این بتا و گاماه توی این مدل، یه پروکسی خوبیه برای اینکه به ما بگه یه بیماری چقدر اصطلاحاً وحشیه. اما چند تا چیز دیگه هم مهمه. یکی اینکه خب ما میدونیم که آدمای مریض در اول کار تعدادشون یکه، یعنی چگالیشون یکه و بعد اینا کم میشه. اما این مدل به شما چیز جالبی هم میگه، میگه آدمایی که مریض میشن و در نهایت خوب میشن ته کار اینجا و این یک نیست، یعنی کمتر از یکه. یعنی در یک مدل SIR به این سادگی شما این مشاهده رو میتونید بکنید که بله در نهایت همه آدم ها مریض نمیشه، یه سری آدم ها میمونن که اینا هنوز تو بخش S موندن. نکته بعد اینه که این نمودار شما یه پیک داره و این پیک همون چیزیه که مردم هی راجبش حرف زدن که خیلی پیک مهمیه، یعنی موج‌هایی که شما می‌بینید معمولا اینه. و اگر شما با بتا بازی کنید، یعنی آهنگ تبدیل S به I رو عوض کنید، می‌بینید که این قله این نموداره همجور میاد پایین و به سمت راست میره. و خب چون R هم تعریفش متناسبه به صورت خطی با بتا، می‌بینید که بتا که کم می‌کنه، یعنی R هم دارید همونجوری کم می‌کنید. اوکی؟ یعنی همونجور که بتا کم میشه داره میگه که چقدر اون بیماری شدت دیفیوز شدنش تو جامعه داره کم میشه. اینو شما دیگه کجا شنیدید؟ اینجا شنیدید که راجع به این حرف میزنن که نمودار رو پهنش کن flatten the curve. و تمام این بحثایی که این مدت توی رسانه ها بود راجع به این نموداره، که حالا بعد الان میبینید که اونقدر چیز درستی نیست، ولی خب اولین و بهترین چیزی که میتونن رسانه رو ازش حرف بزنن. ایده اینه که این نمودار به شما میگه آقا تعداد آدمایی که مریضن با گذشت زمان چه جوری تغییر میکنن. میدونیم که یه جای پیک میزنه، ولی خب مثلا اینه که ما یک محدودیتی داریم توی سیستم بهداشت و درمان، یعنی آدم ها میتونن مریض بشن، ولی خب از یه جایی به بعد این آدم های مریض از خونه میان بیمارستان، از یه جایی به بعد باید دارن ICU، از یه جایی به بعد اینا بار میذارن روی سیستم بهداشت درمان، اینجوری که اگه مثلا همه تختای بیمارستان به خاطر یه بیماری پر شد، اون موقع یه بنده خدایی تو خیابون تصادف کرد و مثلا کیس خیلی اورژانسی بود، جا نداریم به این بریم. برای همین یک ظرفیتی وجود داره توی هر کشوری و توی هر سیستم بهداشت و درمانی برای بیمارستان ها، که آقا من تا اینجا میتونم پذیرای بیمارهایی باشم که به خاطر یک پاندمی هم. از اینجا به بعد اگر شما بیشتر آدم بیارید اینجا، این سیستم نمیتونه این رو مدیریت کنه. برای همین ایده اینه که ما بگردیم ببینیم این آستانه واسه اون کشور کجاست و بعد سعی کنیم که به کمک مداخله ها دارویی و غیر دارویی نذاریم این پیک این نمودار به اونجا برسه. به چه روش هایی؟ به هر روشی، از چیزای ساده مثل اینکه به مردم یاد بدیم مراعات کنن، دستشون رو بشورن، ماسک بزنن،
سوشال دیستنسینگ کنن تا اینکه آقا بتونیم واکسن پیدا کنیم فلان کنیم بیسار کنیم. ولی این خیلی مهمی، حواستون باشه که با پخش شدن این نمودار لزوما در زمان زیاد تعداد آدم های مریض عوض نمیشه. یعنی اگر بعد از 2 ماه قرار باشه 100 نفر مریض بشن، بازم 100 نفر مریض میشن احتمال زیاد، ولی تفاوت اینه که اینا با یه آهنگ کمتری زیاد شدن، برای همین فشار کمتری به سیستم بهداشت درمان میاد. خب این درس اخلاقی بود که ما از مدل های SIR میگیریم و مدل های ساده بخش بندی. من یه بلاگی پیدا کردم خیلی ترتمیز اینا رو توضیح داده این آقا، بعد مثلا کد R زده براش اینها، به عنوان یه تمرین خیلی ساده برای همه کسایی که احتمالاً توی این سخنرانی هستن، اینه که یه بار بشینید اینا رو حل کنید دیگه، 3 تا مدل فرانسیل قرار حل کنید. ولی همه این مدل ها یه مشکلی دارن، مثلا من به همه اینا میگم سنتی. مشکلی که اینا اصلا کاری ندارن که این بیماری داره توی چه جامعه ای پخش میشه. اینا میگن که آقا کلن جامعه رندوم همه چیز پخش شده، حالا یه سری آدم هستن که توی یه جعبه میرن توی جعبه دیگه و بعد دوباره توی جعبه میرن توی جعبه دیگه، و اینکه حالا توی این جعبه ها چجوری آدم ها به هم سیم کشیده شدن و هم چجوری وصل شدن اصلا مهم نیست. خب ما به عنوان کسی که کارمون شبکه های پیچیده است میدونیم که نه، این مهمه، خیلی هم مهمه. چرا؟ دلیلش اینه که من دیگه الان مسئله اینه که یه پدیده دینامیکی رو میخوام حل کنم و روی شبکه پیچیده. شما توی حالت قبلی 3 تا معادله دیفرانسیل غیر خطی جفت شده داشتید، کلن 3 تا، یعنی 2 تا درجه آزادی داشت انگار مسئله. بعد به این فکر میکنید که خب من اینا رو حل میکنم، ولی الان من یه شبکه دارم و تغییرات توی یه گراف خیلی عجیب غریبه. یه نودو وقتی شما نگاه میکنید این با یه سری آدم در تماسه، خب حالا میخواید چیکار کنید؟ میخواید برای هر کدوم از این تک تک این رؤوس بیاید یه مدل دیفرانسیل بنویسید؟ بعد خب مثلا یه جامعه که 1 میلیون نفر آدم داره، بعد میخواید بگید هر کدوم از این نودها، هر کدوم از این رأسهای این گرافه 3 تا حالت هم میتونه داشته باشه و 3 به توانه مثلا 1 میلیون وضعیت دارید در کل برای یه سیستم، بعد میخواید واقعا اینو چیکار کنید؟ مدل دیفرانسیل براش حل کنید؟ یعنی اصلا نمیشه بهش فکر کرد. برای همه مردمش اصلا فکر کردن که خب اینو چه جوری میشه یه ذره معقول تر بهش نگاه کرد. یعنی ما کماکان میخوایم یه مسئله رو حل کنیم مثل مسئله بخش بندی توی همگی شناسی، ولی میدونیم که الان یک ساختاری هم وجود داره، یعنی یک شبکه برهم کنشی وجود داره، اصطلاحا میشن یک کانتکت نتورک، شبکه تماس وجود داره. میدونیم که آدم ها با هم در ارتباطن به شیوه های غیر بدیهی، و غیر بدیهی منظور اینه که آدم ها همجور تصادفی علابختکی با هم در ارتباط نیستن، ساختارهای متفاوتی توی مقیاس‌های متفاوتی وجود داره. و مثلا اینه که حالا اگر توی همچین وضعیتی یک بیماری اومد توی جامعه، اون موقع چجوری نمیشه مدل کرد؟ میگن نتورک اپیدمیولوژی، یه چیزیه که 10 سالیه که خیلی معروفه. حتی قبلش هم نگاه کنید، از همون اولی که این علم شبکه رشد کرده، این همگی شناسی شبکه‌ای هم بوده. یک دلیل دیگه که شبکه ها مهمن اینه که وقتی شما حتی یه ذره بین بردارید و به ارتباط 2 نفر توی یه شبکه پیچیده نگاه کنید، توی یک شبکه اجتماعی نگاه کنید، میتونید مدل های مختلفی اینو بهش فکر کنید. یکی اینکه بگید که ارتباط 2 تا آدم من فقط با یه خط نشون میدم و اصلا کار ندارم که این ارتباط چه پیچیدگی هایی داره، ارتباط بین این 2 نفر با ارتباط اون 2 نفر چه ربطی داره، چه فرقی داره، من نمیدونم، من فقط میدونم که بین این 2 تا ارتباط هست، بین این 2 تا ارتباط هست و سلام. اون موقع میگید که خیلی خوب، من این خط میکشم بین این 2 نفر. یه موقع میگید که نه، ارتباط این 2 تا آدم با ارتباط این 2 تا آدم فرق میکنه، اینا خیلی با هم بیشتر در ارتباط هست، واسه همین درست نیست که من بگم این ارتباط با این ارتباط شبیه همه. برای همین میگید که خب من یه وزنی و اختصاص میدم به هر یالی، به هر لینکی، و اون موقع میتونید یک شبکه‌ای داشته باشید که یالهاش به هر یالی یه عددی متناسب، یه عدد معمولا حقیقی مثبتی متناسب.
بعد میتونید بگید که اصلا کی گفته که آدم ها فقط یه شکل با هم در ارتباط هم. آدم ها میتونن به شکل های مختلفی در ارتباط باشن. مثلا بعضی بیماری هستن که فقط از طریق تماس جنسی منتقل میشن. بعضی بیماری از طریق مثلا کووید از طریق مثلا حرف زدن عادی هم منتقل میشه. پس همین یه آدمی که داره یه بیماری رو پخش میکنه بسیاری داره که چجوری با اون یکی آدم در ارتباط باشه. یا این کس هم میتونه با این بیماری ها یا این اتفاقات روی شبکه میتونه جهت دار باشه. یعنی من میتونم از این نقطه شهر به این نقطه شهر راه وجود داره ولی خیابون یه طرف است. این برعکسش وجود نداره. یه سری بیماری هایی هستن که از این طرف به این طرف میتونن بیان ولی برعکسش نه. میتونید همه جور پیچیدگی واسه شبکه قائل بشید. میتونید بگید آقا هر شبکه با خود اعضا با خودشون برهم کنش داره. ما توی فیزیک زیاد این چیزا رو دوست نداریم. این سلف اینتراکشن ها معمولا توی فیزیک دوست نداشتیم. یا این مالتیپل لینک ها رو زیاد دوست نداشتیم توی فیزیک. توی فیزیک مینستریم جریان اصلی که داریم به فیزیک فکر میکنیم اصلا این شکلی نبوده. ولی به هر حال اینا چیزایی هست که میشه بهش فکر کرد. و از همه مهمتر اینکه آقا هر برهم کنشی که حالا بین این دوتا هست این تابع زمانه. یعنی من با یه آدمی الان تو مترو نشستم یک ساعت بعد که تو مترو نیستم. برای همین این زمانی که بین ارتباط دوتا آدم هست خیلی مهمه. ما دوتا مقاله داریم و اونجا نشون دادیم که توی اینجور شبکه ها که اصطلاحا نمیشه شبکه های زمانی تمپورال نتورک این تیه خیلی پارامتر مهمیه برای اینکه شما ببینید توی یه جامعه در نهایت یه اپیدمی مثلا رخ میده یا نه. خب یعنی ما نشون دادیم که توی شبکه های زمانی شما میتونید به این تی تقریبا یا حالا با جزئیات بیشتری به عنوان پارامتر کنترل نگاه کنید. به معنی که بگید خب من زمان های بیشتر از مثلا انقدر ثانیه رو نگه میدارم بعد ببینم که به صورت الی چه اتفاقی میافته. مثلا اگر شما بگید که من لینک هایی که بیشتر از 5 ثانیه با هم در بیشتر 5 ثانیه بودن نگه دارم و موقع اگه مثلا یه اپیدمی از یه نقطه شبکه شروع بشه این تا کجای شبکه رو میگیره. و چون دیگه حالا اینجا مسئله زمان دارید زمان خودش یک جهت علی میده به مسئلتون واسه همین یه مسئله دایرکتد پرکولیشن دارید. یعنی اونایی که درس پد بحرانی گرفته باشن یه نوع گذار فازی داریم به اسم گذار فاز تراوش جهت دار و بعد ما توی اون دو تا مقاله به طور مفصل نشون دادیم که گذار فازی که میشه دید توی این سیستم ها گذار فاز تراوش جهت داره. خب اینا فقط به این جهت بهتون گفتم که ببینید چقدر راحت میشه این پیچیدگی ها رو آورد توی مدل چون بالاخره دنیای واقعی این شکلی یعنی این شکلی تره و بعد یه عالمه چیزا ما از گراف تئوری میدونیم. یه گراف تئوری خیلی قدیمی گراف تئوری جزء اون پدر مادر ترین پدر مادر دارترین شاخه های ریاضی. مثلا شما میتونید به یه رأس درجه نسبت بدید و منظور از درجه تعداد ارتباطاتشه. بعد ببینید که خب این درجه هر رأس توی شبکه چه جوری عوض میشه. اگه شبکه تصادفی باشه یعنی آدم همینجوری الله بختکی به هم وصل شده باشن اون موقع میبینید که این درجه هر رأس یه متوسطی داره و یه افت و خیز خیلی نرمالی هم کناره اون داره. یعنی مثلا همه 7 درجه دارن بعد مثلا حالا یکی بیشتر دو تا بیشتر سه تا بیشتر اون یه توزیع اون درجه اون موقع مثلا از یه چیز مثل توزیع پاسونی یه مسئله دیگه البته وجود داره و اون چیزی که خیلی وقت موضوع داغ شده اینه که وقتی شما به شبکه ها نگاه میکنید ما هر چیزی که رو تا حالا صحبت کردیم راجع بهش بخش ایه و ایده این بوده که برهم کنش همون پیر وایز بوده دوتایی بوده. لزومی نداره این اتفاق بیفته. ما توی فیزیک خیلی دوست داریم همه چیز رو تقلیل بدیم به برهم کنش های دوتایی. اگر همیشه شما یه همیلتونی نوشتید همیلتونی به عنوان یک گاورنینگ ایکویشن بین دوتا از اجزای سیستم شما داشته یک تبادلی انجام داده نه؟ اما اگر نگاه کنید مثلا راجع به پخش بیماری یه راهش اینه که من با شما حرف میزنم بعد یکی از ما اگه بیمار باشه شما یکی هم ممکنه آلوده بشه. یکی اینکه نه من مریضم میام سر کلاس و یه دفعه کل اون کلاس فرض کنید 4 نفر آسیب میبینن از من. یعنی ارتباط من یه ارتباط دوتایی نیست لزومه یه ارتباطی که همزمان دارم 4 نفر آدم 3 نفر آدم دیگه هم مبتلا میکنه و این فریم ورک مدل سازی نیاز داره که شما برهم کنشه مرتبه بالاتر هم توش لحاظ کنید.
و ملاحظات این شکلی که برهم کنش های وجود دارن که پیروایز نیستن تبعات وحشتناکی میتونه داشته باشه. برای اونایی که خیلی علاقه مندن به این داستان و خیلی مشتاقن که بیان توی علم شبکه کار کنن، میتونم بگم این هایپر گراف ها، این شبکه هایی که برهم کنش های مرتبه بالاتر توشون هست، جزو اون هات تاپیک های فیلد امروز. یعنی شما هی میبینید مردم در روی این مقاله چاپ میکنن، خیلی بحثش هست اینا. توی خود گروه دکتر جعفری هم محمد حسین حکیمی یه پیپری داده تازگی ها که بالانس روی این استراکچر رو نگاه کرده، میتونید با اون کار مثلا شروع کنید. ولی خیلی خیلی موضوع داغیه این روزها و اونایی که خیلی دوست دارن بپرن وسط جریان های پرتنش میتونن وارد این داستان بشن. یه ریویو آرتیکل خیلی خوبی اینجا هست که میتونید بعدن بخونید. خلاصه بگذاریم، بریم سراغ ساده ترین حالت. فرض کنید که ما یه شبکه ای داریم، شبکمون لینکاش فقط لینک های عادیه، اصلا کار نداریم که چقدر پیچیدگی دیگه میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید که یه شبکه ای داریم، لینک ها وزن ندارن، جهت ندارن، تمپرال نیستن، ولی تصادفی هم نیستن. یعنی چیزی که فیزیک تونه از شبکه ها میفهمه، یعنی ما تو فیزیک حالت جامد یه زمان زیادی صرف شناخت شبکه هایی کردیم که الگوهای هندسی توشون پیدا میشد. اینا شبکه های منظم بودن. واسه همین اصلا دیگه ما بهشون نمیگفتیم گراف یا نتورک، بهشون گفتیم لاتیس. لاتیس مثل یک ساختار بلوری بود. مثلا شما سدیم دارید، بعد کلور دارید، توی مثلا ترکیب سدیم کلراید، بعد میدید که اینا 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته بودن و تک تک این کلمه ها ولید بود. خب 100 دانه یاقوت نشون دهنده حد ترمودینامیکی بود برای شما، یاقوت به این معنی بود که پارتیکل دارید، دسته به دسته به این معنی بود که شما میتونستید لوکال کلاسترینگ و ساختارهای تکرار شونده داشته باشید، با نظم و ترتیب هم یک جا نشستم که در کل یک الگوی مثلا مشخصی داشتید. این خیلی این تک مثلا میتونه کل تقریبا فیزیکال از جامعه ما رو توصیف کنه. فیزیک دونه این شبکه ها خیلی بلده، شبکه هایی که منظمه. از اون طرف رندوم گراف هم یک چیز خیلی عمیقیه توی ریاضی و مردمی شبکه‌های تصادفی هم خوب بلدن. ولی اتفاقی که میفته اینه که این شبکه‌های پیچیده یه جای اون وسط کارن. یعنی نه اونقدر منظمن، نه اونقدر تصادفی. یعنی نه اونقدر منظمن که ویژگی‌های شبکه‌های منظم و کامل داشته باشن، نه اونقدر تصادفین که ویژگی شبکه‌های تصادفی داشته. یه چیز این وسطه. واسه همین هم از این ارث می‌برن، هم از اون ارث می‌برن. و این یه ذره مسئله رو سخت یه سری ویژگی دیگه با منظم توی شبکه ها وجود داره. اینه که ما مشاهدات خیلی زیادی داریم، اینکه توی شبکه های اجتماعی خصوصا مردم رفتارشون عجیب غریبه. مثلا شاید که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. مثلا دیده شده که آقا آدم هایی که پول دارن دوست دارن بیشتر با آدم هایی که پول دارن دوست باشن، آدم هایی مذهبی دوست دارن با آدم هایی مذهبی دوست باشن. برای همین یه جور اصطلاحا بایاس توی شیوه اتصالات شبکه ایجاد میکنه. یعنی آدم ها دوست دارن که با هم نوع خودشون وصل باشن. یا بعضی از شبکه های بیولوژیکی این برعکسه، میبینیم که آدم ها دارن با آدم هایی وصل میشن که هم نوع خود، هم جنس خودشون. آدم ها که نمیسن جن ها برهم کنشون. به این اصلا همین هوموفیلی توی مسئله واکسیناسیون مثلا شما اینو میتونید ببینید. یا سری آدم هستن که به خاطر یک سری مسائلی واکسن نمیزنند. حالا میتونن مریض باشن به خاطر مثلا مشکل پزشکی نتونن واکسن بزنن، یا اینکه نه مثلا یه اعتقاد دارن که آقا واکسن نمیدونم آدمو فلان میکنه، بیسار میکنه، مسئول فلانه، نمیدونم. مشاهدات اینه که آدم هایی که واکسن نمیزنن شانس اینکه با هم در ارتباط باشن بیشتره تا اینکه با آدم هایی که واکسن میزنن. و برعکسش هم همینطوره. اون آدم هایی که اگه شما نگاه کنید به خودت، اگه شما جزو آدم هایی هستید که واکسن زدید، احتمالا میدید که اکثر دوستاتون هم واکسن زدن. بس هم یکی بیاد بهتون بگه من واکسن نزدم، سعی کنید ارتباط باشون قطع کنید. خب اینجور بایاس ها میاد پدیده های دینامیکی رو تحت تاثیر میذاره. و من این چیزی که معرفی کردم اینجا میخوام ازش استفاده کنم. من یه مسئله معرفی کردم به اسم که آقا ما یه مدل همه‌گیری بخش بندی داریم مثل SIR. بعد نه خب یه سری شبکه داریم، توی این شبکه ها ساختارهایی وجود داره که نه تصادفی نه منظم، یه هوموفیلی هم این گوشه کنار هست. هزار جور دیگه میشه استراکچر گذاشت روی شبکه، ولی برای امروز همین دوتا کافی.
برگردیم روی مسئله‌مون. خب خیلی خوب، من الان مدل اس آی آر رو دارم، میخوام روی شبکه تصادفی اینو حل کنم. از شبکه من میدونم که این یه شبکه بزرگیه، به این میزان که میتونم کماکان فکر کنم حد ترمودینامیکی دارم. حد ترمودینامیکی یعنی تعداد روز تقریبا بی نهایته. میدونم که هر درجه این گراف هم از یه توضیح میاد به اسم پی کی. اگه درجه رس کی باشه، پی کی به شما میگه که اون رس با چه احتمال اونقدر کی تیال داره. یه فرض دیگه من تمام این جهان دارم و اونه که فرض میکنم شبکه هام شبکه های تونوکی هست. They're sparse networks. دلیل sparse بودن هم اینه که sparse بودن توی یه شبکه واقعی به این معنیه که وقتی شما مثلا 1,000,000 نود دارید توی اون شبکه و دیالها را که بشمارید احتمالا خیلی از اون 1,000,000 کمتره. تا شما اگر یه شبکه به سایز N داشته باشید میتونید در نهایت 2 از N، ترکیب 2 از N تا یال داشته باشید. بهش میگن گراف کامل، اسکیل میشه با N به توان 2. اون شبکه ها شبکه های خیلی پری هن. ما شبکه همون خیلی شبکه های تونوکی هن، به این معنی که تعداد اتصالات خیلی کمه، یعنی اصلا یا ثابته یا اینکه در حد ترمودینامیک تعداد یال های موجود در شبکه به تعداد کل یال ها از بین میره. یعنی یک عددیه که تقسیم بر N2 وقتی N میره به سمت بینا از صفر میشه. خلاصه من این شبکه تصادفی دارم، فرض میکنم اتصالاتم اونقدر شبکه رو پر نکرده. یه فرض دیگه هم که یه جورایی نتیجه این تونوکیه اینه که وقتی شما یه گوشه از شبکه رو روش زوم میکنید یک درخت میبینید، یعنی یک ساختاری میبینید که از یه نود که شروع میکنیم به نودهای بعدی انگار این داره روی درخت پیش میره. به این معنی که شما یالهایی ندارید مثل اینجا، مثلث رو ببینید، اگر از اینجا شروع کنید بیاید به این دوتا همسایه، یه یال این وسط هست. من فرض میکنم وقتی شبکه خیلی بزرگ باشه شانس اینکه این یال اینجا وجود داشته باشه خیلی کمه. خب یعنی اگر شما این شبکه تصادفی بخواید درست کنید، ایده اینه که بین هر دوتا رأس یه لینک میذارید به احتمال پی، و برای اینکه میخواید این پیتون شبکه رو اونقدر دنس نکنه پی عدد خیلی کوچیک نگه میدارید. خب اون موقع برای اینکه شانس یه مثلث پیدا کنی، چون یال ها از هم مستقلن هست، پی ضرب داره پی ضرب داره پی میشه پی به توان سه. اگه این پی رو خیلی کوچیک نگه داشته باشید میدونید که پی به توان سه جمله یکی میشه صرف نظر. این تمام ملاحظات من برای شروع این مسئله است. ولی خب با همه این شرط بازم نمیشه این سه تا مدل دیفرانسیل رو تعمیم داد به کل رؤوس، چون اون همه مدل دیفرانسیل حل کردن خیلی سخته. ولی میتونیم یه سری حقه بزنیم. حقه اینه که اگر برگردیم به مدل SIR بگیم که آقا من کار ندارم که این فرآیند دینامیکی در بستر زمان چه شکلی بوده، من یه دولت مردی ام که الان فقط میخوام تصمیم بگیرم که آقا اگر این بیماری اومد و توی جامعه رشد پیدا کرد آخر تابستون چند نفر کلن آدم مریض شدن. اون موقع من به شما میگم که خیلی خوب، اون موقع شما باید نگاه کنید به نمودار آر و اون تهمه هاش که تقریبا به یه پایداری خوبی رسیده، یعنی حالت استیشنری رو پیدا کن. پیدا کردن اینجا آر ماسونه دیگه، این در حقیقت این ته مسیر جایی که دی آر به دی تی میشه صفر، یعنی مشتق این نمودار تقریبا داره میشه صفر. اون موقع میتونید این معادله رو پیدا کنید، یعنی آر مساوی 1 منهای منفی عدد سرعت پایه که از بتا به روی گاما ضرب در آر. این یه معادله چیز دیگه از این روز که با تکرار میتونید حلش کنید. این آر به شما میگه که سرانجام چند نفر مریض میشن. کار نداریم که این وسط این دینامیکه چقدر عجیب غریب بوده، اون تای کار به شما یه عدد داره، میزانی از آدم های مبتلا رو. برای همین شما همیشه میتونید خیلی راحت اینو حل کنید بدونید فاینالی چقدر آدم مریض میشه. خب من اینو وقتی من میبینم این فرم من یه چیز دیگه راستش میندازم. من با من کسی کارم فیزیک پدای بحرانیه، میگم که خب اگر این بتا به روی گاما که بهش میگفتن سرعت پایه از 1 کمتر باشه، اون موقع میدونیم که وقتی این معادله رو میایم به صورت ایتراتیو حل میکنیم به ازای این ثابت کمتر از 1 همیشه آر صفره. یعنی مهم نیست چنده، همین که کوچیک‌تر از 1 همیشه این صفر میشه در نهایت جواب.
از یک به بعد یه دفعه هم یه گذر فاز پیوسته ای داره رخ میده و منم که اصلا در به در دنبال این گذار فازام، چون اینا رو بلدم و میدونم که معنیشون چیه. معنیش اینه که اگر شما عدد سرعت پاید از یک کمتر باشه، در نهایت سایز اپیدمیتون صفره، یعنی تعداد آدمایی که مریض شدن صفره. چرا؟ چون بیماری اصلا زورش نرسیده که بیاد تو جامعه بمونه. چند نفر مریض شدن بعد خوب شدن بعد جامعه به حول و قوه الهی سالم مونده. اما اگر این بیشتر از اون باشه، میبینید که به طور خیلی سریع اپیدمی شروع میکنه رشد کرد. ما این مقدار خیلی جا قبلش تو فیزیک دیدیم، نه تنها توی فیزیک دیدیم، تو علم شبکه هم دیدیم. برای همین یه ادبیات معقولی داریم، میگه اگر سیستم به ازای این پارامتر که بشه این پارامتر کنترل زیر این نقطه بحرانی باشه، میگیم سیستم توی یک رژیم فرو بحرانیه، ساب کریتیکاله، و اگر بعد این باشه بهش میگیم توی حالت فرا بحرانی، سوپر کریتیکاله. و این میتونه یه نمودار خوب باشه برای ما. چرا؟ چون این نقطه گذار فاز به ما آستانه اپیدمیو میده، یعنی به ما میگه که شما چقدر این قابلیت رو دارید، یعنی لاکشری رو دارید که این دوتا پارامترتون رو عوض کنید و در امان باشید. برای همین این نقطه گذار فاز که این کجاست خیلی مهمه، چون به شما آستانه وقوع اپیدمیو میده و بعدش از روی نمودار وای میتونید اندازه اپیدمیو بخونید. حواستون باشه من دارم راجع به مدل SIR بدون ملاحظات شبکه‌ای هنوز حرف میزنم. اما برگردیم به علم شبکه. علم شبکه یه چیز با مزه‌ای دوست به ما میگه. فرض کن شما یه شبکه‌ای داری. توی شبکه‌ها یک مجموعه رؤوس وجود دارن که اینا به هم وصلن. ما اصطلاحاً میگیم مؤلفه همبندی. یعنی اگر شما از یه رأس توی اون مؤلفه شروع کنید برسید به رأس دیگه، مسیر وجود داره، اینا هم کانکتن، یه جزیره جدی وجود داره. یعنی مؤلفه همبندی. بعد اگر این مؤلفه همبندیتون تعداد رؤوسش از مرتبه تعداد رؤوس کل شبکه باشه تو حد ترمودینامیک، اصطلاحا هم میگیم جاینت کامپوننت، مؤلفه قولاسا. بعد سوال، یه سوال خیلی جالب توی نظریه گراف ها اینه که اندازه اینو میشه حساب کرد یا نه. فرض کنید که شما یه توزیع درجه پی کی دارید و هر رأسی به طور متوسط با 30 تا یال دیگه در تماسه. اون موقع میبینید که بسته به اینکه این 30 رو چجوری عوض میکنید، اندازه این مؤلفه قولاسا هم عوض میشه. یعنی تعداد رؤوسی که توی این مؤلفه هست تقسیم بر تعداد کل رؤوس شبکه، میبینید که دوباره هم گذار فاز رو پی میگیره. ها؟ گذار فاز در انجام میشه. و این دوتا مدل خیلی شبیه هم میمونن. یعنی شما اگر اینجا به جای سی آر بذارید، آر نات بذارید، میبینید که انگار همون فرآیند دارید پیدا میکنید. خب این خیلی حقه جالبیه. این به من میگه که اگر شما علاقه مند باشید که سرشت نهایی سیستم رو بدونید روی یه شبکه، نیاز نیست که بیاید یه مدل دیفرانسیل حل کنید. کافیه بیاید سایز بزرگتری مؤلفه همبندی اون شبکه رو پیدا کنید. و خب اینو بلدیم تا یه جاهایی. اصلا یه مسئله خیلی معروفه توی فیزیک بهش میگن پرکولیشن. یه مسئله تراوش، ایده اینه که شما یه شبکه‌ای دارید و این شبکه با احتمال فای اکتیو یا غیر اکتیوه. یعنی مثلا توی این مکاپاتا بهش آب وارد میشه یا بخار آب، یا میذارید توی دستگاه اسپرسو ماشین، این از اون بالا با یه فشاری یه چیزی رو بخار یا آب رو میفرسته، این از این محیط متخلخل رد میشه، از این پایین قهوه بهتون میده. میگم فرآیند پرکولیشن. حالا اگر این قهوه‌ای که شما اونجا درست کردید و خیلی محکم سفتش کنید، مثل گلدون اگر آب دارید میریزید، این از اون تهش با یه احتمالی میتونه خارج بشه. اگر آب خارج بشه میگیم سیستم تراوش کرد. این فایه داره میگه به احتمال چند هر از یه نقطه به نقطه دیگه اون سیستم شما این گذارم، این عبور این مایه مثلا میتونه انجام بشه. و شما میتونید خیلی ساده توی مدلتون، مدل SIR بسته به این آهنگ بتا و گاما مثلا، خصوصا بتا، بیاید این مسئله رو تبدیل کنید به این مسئله تراوش پیوندی.
اون موقع چرا این مسئله خیلی به شما کمک میکنه؟ به این خاطر که شما علاقه مند بودید که بدونید آقا اولا این نقطه گذار فاز کجاست، دوم اندازه اپیدمی چقدره. اندازه اپیدمی رو میتونید توی ازای هر پارامتر فای از روی نمودار بخونید. اون موقع از علم شبکه میدونیم که پیدا کردن این نقطه گذار فاز ممکنه اگر به شما probability distribution رو داده باشن. اگر شما اون PAK توزیع درجه رو داده باشن، از روی اون میتونید متوسط درجه و مومنت دوم رو به دست بیارید و این فرمول به شما میگه که نقطه گذار فازتون کجاست. و این خیلی چیز بامزه‌ایه، یعنی که شما یه حقه خیلی تمیزی پیدا کردید که یه مسئله خیلی پیچیده رو تبدیل کنید به شبکه رندومی و حل کنید. حالا یه ذره به این مسئله اگه فکر کنید، من قبل از اینکه برم جلو یه چیزی بگم بعد میتونیم یکم استراحت کنید اگه خواستید. این به شما میگه نقطه گذار فاز با دونستن این کمیت ها به دست میاد. یعنی شما یه پی کی داشته باشید، مومان اول و مومان دوم اون دیستریبیوشن به شما میگه نقطه گذار فاز چیه. من گفتم که اگه شبکه خیلی همینجوری تصادفی باشه توزیع درجه میشه پی کی پواسونی. توزیع پواسونی توزیع معقولیه دیگه، میدونیم که مثلا واریانسش هم مثل متوسطشه اینها، واسه همین یه عددی به شما میده که ما عددم قابل پیدا کرد. اما ما میدونیم که شبکه‌های دنیای واقعی توزیع درجهشون پواسونی نیست. توزیع شبکه‌های واقعی دست کم نگتیو باینومیاله. یعنی شما بجن که تا به توزیع داشته باشید که مثل پواسونی به صورت نمایی افت کنه، این ته تا به توزیع خیلی هم نمایی افت نمیکنه. و توی یه سری از مسائل اصلا میشه اینو تقریب زد با توزیع پاولا، یعنی توزیع توانی، به این معنی که اصلا به صورت نمایی افت نمیکنه، به صورت توانی افت میکنه. بعد موقع درد سری که پیدا میشه اینه که این مومنت دوم K2 برای سری توزیع اصلا واگراست، بی نهایته. و این به شما میگه که آقا اون موقع اگر فای سی رو بخواید حساب کنید، نقطه بحرانیتون یه عدد ثابت روی بی نهایته، یعنی توی صفره. یعنی شما سیستمتون از اول توی حالت فرا بحرانیه. مهم، شما هیچ امنیتی ندارید اگر شبکیه تماستون یا شبکه پخش بیماریتون یه چیز باشه که توزیعش مثلا نمایی باشه، توانی باشه، پاولا باشه. اون موقع خیلی راحت میتونید که آستان رو از دست بدید. یعنی مهم نیست شما چی کار میکنه، هر کاری کنید اپیدمی رخ میده و این خیلی چیز بدیه و این جزء اون درسای خیلی مهمیه که ما وقتی ساختارهای شبکه رو میذاریم توی مدل میفهمیم. چون تمام مدل‌های قدیمی به ما میگه که آره یک جایی وجود داره که سیستم گذار فاز میکنه. ما هم الان میبینیم که آره یه جایی وجود داره، ما اینجا تو صفره، یعنی شما اصلا کنترل روش ندارید. خیلی خوب، حالا این رو دونستید، این مقدمه خیلی خیلی طولانی رو دونستید، من الان خیلی سریع میخوام بگم که من چیکار کردم اینجا رو که قبل از مون توسعه دادم. من حالا ایدم اینه، خیلی خوب ما یاد گرفتیم که چجوری میشه یه بیماری رو مثلا مدل کرد. حالا اگر یه مداخله باشه چی؟ چجوری میشه این مسئله رو کنترل کرد؟ یه ایده این بود که ما واکسن بزنیم به جامعه و بعد ببینیم که ایمنی جمعی چجوری حاصل میشه. منظور از ایمنی جمعی اینه که اگر شما توی جامعه 50% 60% از جامعه رو واکسن بزنید، ممکنه دیگه نیاز نداشته باشید بقیه رو بدید واکسن بزنید. چون همیشه اینجوری که بالاخره آدم‌ها نمیتونن به خاطر مشکلات دارویی یا هر بیماری که دارن نمیتونن واکسن بزنن، یه آدم هایی هستن که کلن مغزی با این واکسن زدن که الان نیومدن، برای همین شما هیچ موقع نمیتونن همه جامعه رو واکسن بزنن، اساسا اونقدر واکسن ندارید. اما ما از قدیم اینجوری بودی، خب اوکی مسئله نیست، اگر شما تا یه حد قابل توجهی آدم رو واکسن بزنید میرسید به یه حدی که اصطلاحش میگن ایمنی جمعی. یعنی وقتی شما به اون حد برسید، عدد سرایت پایه اینقدر کم میشه که بیماری نمیتونه جامعه رو کلن بگیره. خب سوالی که خب کجاست؟ این آستانه ایمنی رو کی گفته چنده؟ چون شما اینقدر شنیدید توی اخبار ما باید 70% جوامع مدل واکسن بزنن، خب از کجا اومد؟
من بهتون میگم از کجا اومده. این از همون مدل های ساده SIR اومده که هیچ ملاحظه شبکه ای توش نیست. و هم موقع میگه که اگر شما عدد سرایت پایه رو داشته باشید، این فرمول یک منهای یک به روی آرست به شما میگه که باید چند درصد جامعه رو واکسن بزنید تا به ایمنی جمعی برسید. آرست رو اگر بذارید 3، یک منهای یک سوم، دو سوم گردش قائل میشه 70%. این از اینجا میگه. اینو میتونید الان خیلی خوب بفهمید دیگه. ببینید ما گفتیم یه چیز وجود داره اسم آرسف که میگه به طور متوسط هر آدم داره چند نفر دیگه رو مریض میکنه. حالا اگه شما کسر از جامعه، پایوی از جامعه رو واکسن بزنید، اون موقع به طور موثر آدمایی که دارن توی این فرآیند شرکت میکنن یک منهای پایوی هستند. درست؟ مثلا اگر اینو ضرب در این کنید، این به شما عدد سرایت پایه موثر رو میده. برای همین اگر این کوانتیتی کلا از یک کمتر باشه، چون زیر حد بحرانی. برای همین میتونید خیلی راحت این فرمول رو جابجا کنید، بگید حد اینه. ولی خب ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده. حالا توی کووید خیلی مسئله پیچیده است، ولی حتی راجع به بیماری‌های ساده‌تر قبلی هم دیدیم که این فرمول کار نمی‌کنه. اما توی فنلاند دولت گیر داده ما باید 80% جامعه رو واکسن بزنیم تا به ایمنی جمعی بسیم. چرا؟ خب مدل ها گفتن 70%، ما 10% میذاریم روش برای ایمنیه برای چیز تیب خاطره. حالا سوالی که ما داشتیم بهش فکر میکردیم اینه که خب اگر این فرمول برقرار نیست، عیب کار کجاست؟ بعد یه ایده این بود که خب واکسن هم خب درست کار نمیکنه. ما گفتیم خب قبول، واکسن ها دو جور میتونن بد کار کنن. یکی اینه که به شما ایمنی فردی ندن، یعنی که شما وقتی واکسن رو میزنید با یه احتمالی باز ممکنه مریض بشید، به میگن FS، susceptibility. یکی هم که نه، واکسن ها ممکنه شما رو خوب کنند، ولی این دلیل بر این نمیشه که شما بتونید این بیماری رو به کسی دیگه منتقل نکنید. برای همین کارهای واکسن ها رو با این دو تا پارامتر میشه مدل کرد. اما ما اینجوری بودیم که قبول، واکسن ها هم فرض کنیم که این مشکل ها رو داره، ولی اصلا یه حساب یه لحظه این رو زید کنار. پس مثلا واکسن ها دارن 100% هم در ایمنی فردی هم در ایمنی انتقالی خوب کار میکنه. اما یه مشکلی وجود داره. مشکل اینه که آدم ها واکسن ها رو همجور تصادفی توزیع نمی کنن توی جامعه. یعنی آدم هایی که واکسن میزنن به خاطر همون مسئله هوموفیلی احتمال زیادی با هم در ارتباط. یعنی اگر شما پایوی از جامعه رو واکسن بزنید، احتمالا اینا لینک های بیشتری بین خودشون دارن تا با این واکسن نزده ها. و این الگویی که داره اینجا ایجاد میشه معنیش اینه که دیگه شبکه اونقدر تصادفی نیست، ساختاری دارید ها، و این میتونه عدد سرعت پای را عوض کنه. خلاصه ما اومدیم با همین فرض به این سادگی مدلمون رو شروع کردن عوض کردن. مثلا همین الان دیگه چی داریم، پارامترایی که داریم کنترل میکنیم توی جامعه چیه؟ یکی میزان تعداد آدمایی که واکسن زدن توی جامعه، یکی اونه که خب اون گرافمون هم توزیع درجه ای داره، و یکی همین پارامتر هوموفیلی. هوموفیلی به شما میگه که اگر هوموفیلی 0 باشه یعنی همه ارتباطات رندومن، اگر 1 باشه یعنی واکسن زده ها فقط با واکسن زده ها در ارتباطن، نزده هم با این. اینو به شکل‌های مختلفی میشه تعبیرش کرد. من راجب این زیاد حرف نمیزنم. این چیزی که ما استفاده کردیم سلام شما کلمن هوموفیلی ایندکس به شما اینو بر اساس این میده که چه جوری دو تا آدم واکسینه با چه احتمال با هم در تماسن. پای وی وی میگه شانس اینه که دو تا آدم که وی وی ان چنده، پای وی هم میگه چند تا واکسن زده داری پر کپیتا. خلاصه این یه ایندکسیه که شما میتونید هوموفیلی رو توی جامعه اندازه‌گیری کنید. مثلا ما قبل این بود که خیلی خوب ما اگر یه بیماری داشتیم اینو تبدیل می‌کردیم به مسئله تراوش، بعد حساب می‌کردیم که این سایز بزرگترین مؤلف همبندی چقدر. الان هم می‌خوایم همون کارو کنیم، اما یه تفاوتی وجود داره. اینه که وقتی شما نگاه می‌کنید به این بزرگترین مؤلف همبندی، دو نوع آدم دارید. آدمایی که سالمن، آدمایی که مریضن، و اینا میتونن واکسن زده یا نزده باشن. برای همین ما باید بیایم تعداد آدمایی که سالمن و واکسن نزدن رو جدا و آدمایی که واکسن زدن رو جدا حساب کنیم. خب این سری دوباره یه شکل برانچینگ پروسس داریم. یه برانچینگ پروسس هم فرق میکنه، ولی خلاصه اینه که وقتی محاسبات انجام میدید ببینید که اون فرموله یه بخشش هست، ولی یه پارامتر مقیاس کننده هم اینجا پیدا میشه. یعنی میبینید که درسته که مدل قبلی به شما یک منهای یک بروی آر ناتو میداد، ولی الان این داره اسکیل میشه با یه پارامتر یک منهای اچی. این خیلی عجیبه. چرا این عجیبه؟
چون اگر اچ رو صفر بذارید که شبکه تصادفی باشه، همون مدل قبلی رو ریکاور میکنید. اما اگر بیاید حالا چیکار کنید، بیاید بر اساس اچ اینو بکشید، اون موقع یه اتفاق با مزه میفته. بذار آرنات های مختلف نمودار رو میبینی، بعد مثلا یه سوال که پیش میاد، آقا اگر توی یه جامعه ای مثلا هوموفیلی نیم باشه، این خمه اینجا ببینید هوموفیلی اینجاست، آرنات هم دو باشه، اون موقع این به شما میگه که آستانه همه گیری یکه. یعنی چی؟ یعنی اگر توی جامعه ای یه بیماری داره پخش میشه با عدد سرعت پای دو، اگر یه هوموفیلی نصفهی وجود داشته باشه بین واکسن زده ها، اون موقع اصلا شما آستانه ایمنی ندارید. یعنی هر چقدر هم شما آدم رو واکسن بزنید، بازم اونایی که واکسن نزدن مریض میشه. و تازه همه این ملاحظات واسه زمانیه که شما واکسنتون دارن 100% کار میکنه. خیلی حرف عجیبیه. اگر شما توی یه جامعه ای هوموفیلی داشته باشید، یه کرانی وجود داره که از اونجا به بعد اصلا مهم نیست شما چند درصد جامعه رو دارید واکسن میزنید، اصلا به ایمنی جمعی نمیرسید. این مهمترین حرفی بود که ما اینجا زدیم. بعد مثلا نشون دادیم که خب حالا این راجع به مسئله حد بود، بعد میتونیم بیایم دوباره اندازه بزرگتر مؤلفه همبندی رو حساب کنیم. من این فرمول رو فقط گذاشتم چون که بدون ما هم فرمول داشتیم، کارمون اونقدر هم ساده نبوده. ولی نتیجه اینه که این نه تنها به ما میگه که میتونه اصلا آستانه ای وجود نداشته باشه برای ایمنی، بهتون حرف جالبی هم میزنیم، میگه اگر این نمودارا، این هیت مپ ها رنگ داره به تو اندازه اپیدمی رو نشون میده، هر چقدر روشن تر باشه یعنی اپیدمی بیشتره. بعد به ازای مثلا آرنات های مختلفه، چیزی که مشاهده میکنیم اینه که وقتی هوموفیلی رو زیاد میکنید، رنگ نمودار روشن میشه و این روشن شدن هم به طور نماییه. یعنی حتی اگر یه شبکه داشته باشید که تصادفی باشه به میزان قابل توجهی، هم که شما هوموفیلی رو توش زیاد میکنید، سایز اپیدمی هم زیاد میشه. یعنی اصلا وجود هوموفیلی درد سر داره براتون ایجاد میکنه. یعنی شما قبلا روی این یک مساوی صفر ایستاده بودید، بعد میگفتید که خب اگر من برم همجور به بالا، هر چقدر بیشتر آدم ها رو واکسن بزنم، میرسم به این خط قرمزه، این میشه یه آستانه ایمنی جمعی و از اینجا به بعد دیگه اپیدمیم صفره. اما میبینید وقتی هوموفیلی زیاد میشه، این خط قرمز هم تو فرار میکنه، فرار میکنه تا جای دیگه اصلا نیست. این خیلی عدده، این خیلی مفهوم مهمی. وقتی واکسن ها کامل کار نکنن، این نمودار آخر واسه اون وقته، اون موقع بزنید که دیگه به طور یک نوا عوض بشن، میبینید که میرن بالا به یه ماکسیموم میرسن و بر میگردن. این هم پرده جالبیه که اگر واکسنتون 75% کار کنه توی منی فردی، میبینید که اون الگوی یک نوا از دست میره. و اینو باز میشه دقت کرد به چه جوری ساخته میشه. این به شما داره میگه که تعداد کل آدمای مریض با زیاد شدن هوموفیلی چه جوری عوض میشه. این ترکیب دو تا خمه دیگه، که این خمه آدمای واکسن نزده است که هر چقدر هوموفیلی زیاد میشه اینا هم زیاد میشن، ولی بعد این بین آدمای واکسن زده هوموفیلی که زیاد میکنه این الگوی وجود داره. یعنی یه آستانه‌ای وجود داره که شما بیشترین آسیب رو میبینید از هوموفیلی، ولی از یه جایی به بعد این کم میشه. علتش اینه که واکسنات یه کامل کار نمیکنن، برای همین هی توی این مسئله یه چیزایی در میره از زیر دست ایمنی جمع. خب من وقت زیاد ندارم که این جزئیات رو توضیح بدم، راستش من میسپارم به مخاطب علاقه من. این سلاید آخر توضیح میدم این و بعد میگم که باز چی کار کردیم ما. ولی ما راجع به این حرف زدیم که اگر واکسن بزنیم به عنوان مداخله دارویی میتونیم عواقب متفاوتی رو داشته باشیم. واکسن روی شخص اثر میکنه و این اثر میتونه به فرد دیگرم مبتلا، این توی این ابتلای اثر بذاره. به این معنی که دیدیم واکسن ها هم میتونن فرد رو تحت تاثیر قرار بدن، هم انتقال بیماری از فرد به فرد دیگر. راه های دیگه هم وجود داره، یکیش اینه که ماسک بزنیم، یکیش اینه که فاصله گیری کنیم، یکیش اینه که راه گیری تماس کنیم. اینو من میگم چیه. اما این مدلی که ما معرفی کردیم درسته که با واکسنه، ولی فرمالیزمش اینجوری که شما میتونید واسه هر مداخله دیگه هم استفاده کنید و عواقبش رو ببینید. این کاری که من میگم راه گیری تماس، مثلا ما توی این کار نشون دادیم که این چه جوری کار کنه. ایده راه گیری تماس این بود که
شما سر موبایل دارید، بعد این موبایلتون یه اپی روش نصب میشه، بعد این موبایل بلوتوث اینتراکشن داره. یعنی شما وقتی توی متروید این اپ رو گوشیتون فعاله یا آدم دیگه هم اپ رو گوشیش فعاله، این اپ این برهم کنش شما رو سیو کنه. یا شما با فلانی با یه آدمی با یه کدی در تماس بودی. مثلا اگر مثلا شما یه موقع مریض بشی بری تست کووید بدی، اون موقع با همه آدمایی که در تماس بودی یه سیگنالی فرستاده میشه، یه نوتیفیکیشنی میگیرن که آقا فلانی که با شما مثلا یه جایی بودی با یه آدمی که مریض بودی در تماس بودی، احتمالا شما مریض، برو خودتو قرنطینه. یعنی این آدمه که اپو نداشته، یه آدمی که اپو داشته مبتلا کرده، بعد اینم اینو مبتلا کرده، ولی چون این میدونسته که با این در تماس به خاطر این اپه، این رفته خودشو قرنطینه کرد. به این میگن کانتکت تریسینگ، راهگیری تماس. این سبب میشه که خب یه تعداد زیادی از این ابتلاهای دومیه کم بشه و توی سایز اپیدمی هم کم کنه. یعنی شما دوباره همه این مسئله رو میتونید مدل کنید، بعد ببینید که سایز اپیدمی چقدر میشه. من این نمودار نشون میدم و بعد دیگه هیچی نمیگم. میتونید جزئیاتش رو بخونید، ولی این خیلی بامزه است. میگه اگر از 0% از جامعه از این استفاده کنه تا 80% جامعه، اون نمودار معروفی که داشتی چه جوری عوض میشه. که صفر همین نقطه خط آبی اینجا روی داره گذار فاز میکنه، ولی وقتی 80% جامعه دارن اینو استفاده میکنن، میبینید که این عدد میاد تا 2، یعنی آستانه اپیدمی بیشتر شده و اندازه اپیدمی هم کمتر شده. اینکه چرا دارید دو تا خم میبینید، یکیشون داره احتمال وقوع اپیدمی زیاد داره، میتونید بدید بخونید. من فقط میخواستم با این ایده آشناتون کنم. اگر به سیستم های پیچیده علاقه مندید، احتمالا این پروژه من رو دیدید. اگر ندیدید میتونید بعدا ببینید. من سعی کردم مدت کاری که راجع به سیستم فکر کنم آقای عباس کریمی عزیز قطع شده، صداشون رو نداریم و همچنین تصویرشون رو. عباس جان یه لحظه قطع شدید و الان تصویرتون رو داریم. فکر کنم چند جمله آخرتون. الان صدای من میاد؟ بله دارید. میتونید بعدا برید این دو تا درس رو هم نگاه کنید. درس دوم درس خیلی ریاضی طوری تریه، درس اول خیلی محاسباتی و پایتونیه. من که مرسی که حوصله کردید تا اینجا اومدید. اگر سوالی هست من در خدمت شما. من جا داره که تشکر کنم از هم سمینار خیلی خوبتون. ما هم یه سری کارهایی روی بحثای اپیدمی داشتیم که حالا متناسب با اینکه بچه های مقدار علاقمندیشون کجا میره، یه مدت کوتاهیه که چند سالیه که خود فاصله گرفتیم. من واقعا لذت بردم از صحبتت و کاری که کردید. دوستان سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم، میکروفون رو میتونن باز بکنن، سوال بکنن و تا دوستان میخوان آماده بشن. من فقط یه نکته بگم، این بحث مجولاریتی هم میتونه بحث جذابی باشه که بالاخره وقتی سیستم مجولاره یه کامیونیتی وجود داره که ممکنه که برهمکنشون خیلی خیلی به هم دیگه زیاد باشه و شاید بحث مجولاریتی یه جوری بین رندومنس و هوموفیلی باشه که یه مقدار از اون همگنی که با توی بحث حالا شبکه یا بحث حتی هوموفیلی داریم ما رو خارج میکنه و هر چقدر سیستم مجولارتر باشه ممکنه الگوهای دیگه رو برای سیستم بتونیم تجویز کنیم. حتی این نکته که حالا من گفتم خدمتون
احتمالاً بهش فکر کردید و گفتم شاید باز نکته ای باشه که بشه بیشتر بحث کرد توش. این مجولار بودن به معنی های متواترش خیلی اثرگذاره. اتفاقا الان که خیلی این بحث شبکه های مرتبه بالاتر هایپرگراف ها مطرحه، یه چیزی که وجود داره اینه که گذار فازی که من الان راجبش صحبت کردم گذار فاز پیوسته است، و وقتی مردم میان این اتفاقات رو توی شبکه یا هایپر گراف ها مدل کردن، اتفاق جالبی که میفته اینه که وقتی شما اجازه میدید که کامیونیتی های از سایز های مختلف وجود داشته باشند، ما گذر فاز گسست نمیبینید. این خیلی عجیبه، چون مثلا ما توی فیزیک سری مفهوم داریم براش، مثلا گرمای نهان وقتی گذر فاز گسسته داریم، و بعد این نشون میده که مثلا شما میتونید یه اپیدمی داشته باشید و گذر فاز گسسته ببینید توش. خیلی عجیبه. اینو مثلا ما در نگاه کردن روی شبکه های مثلا انتقال بیماری های جنسی مثل ایدز، و داده خیلی خوب اینو قبلا نشون داد که گذر فاز پیوسته نیست، ولی ما نمیتونستیم یه مدلی پیدا کنیم که گذر فاز گسسته رو نشون بده. این ماژولاریتی کار عجیب غریبی میکنه راستش، که اصلا هم بدیهی نیست. حالا ما روی چند تا مسئله دیگه داریم کار میکنیم، ولی خب من چون هنوز از نتایجش مطمئن نیستم نمیگم، ولی به نظرم خیلی جای فکر کردن داره اینکه چه چیزهایی توی یه جامعه تحمیل میشه به خاطر اینکه جامعه مثلا یک ماژولاریتی خاصی توش داره. آره، یه نکته دیگه که باز بخواستم اضافه بکنم، یه مقاله نیچری بود که خیلی مقاله جذابی بود و بحثش این بود که وقتی رد پای برهم کنش مرتبه بالاتر، مثلا همین بحث هایپرگراف ها و بحث این توپولوژی ها، این چیزی که حالا خود شما هم اشاره کردید، اونا سرکلش رو پیدا میشه، گذر پاس مرتبه یک میشه. آره، اینم بازی بحث خیلی جذابیه که به عبارتی مسئله اپیدمی که ما بحث سرایت رو صرفا به بحث ارتباط بین مریض و سالم میدونیم، فقط در مقیاس ریز توجه بهش میکنیم، میتونه مقیاس های درشتری هم اثرگذار باشه، چون که بیماری که مثلا اپیدمی که اومده یا کرونا که هست، صرف مسئله این که یک نفر بیمار بشه نیست، بلکه مسئله یک جامعه است، مسئله کل جامعه بشریه، مسئله یک شهر، مسئله یک فامیل، مسئله یک خانواده است، و این تو مقیاس های مختلف این مسئله درگیر میشه. به همین خاطر صرف این که ما به کمک معادلات SIR بر اساس ارتباط بین فرد بیمار و سالم میتونیم مسئله رو حل بکنیم، شاید در واقع کم باشه. این به همین خاطره که حالا الگوهای دیگه ای بحث عباس مطرح کرد که بحث هموفیلی یا بحث های حالا این برهم کنش های مرتبه بالا ترین هم سرکلش رو پیدا میشه، تا بشه این مسئله رو تو چندین مقیاس مسئلهش رو همزمان حل کرد. دوستان اگر سوالی هست ما در خدمت هستیم. سلام دکتر، صدای من دارید؟ بله صدای من دارید. سلام ریزی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من یک چیز رو متوجه نشدم، شما الان مدل شبکه که استفاده کردید بر مدل سازیتون رندوم که نبود، از طرفی همه هم با هم در ارتباط نبودن، میخواستم چه مدلی رو شما اینجا استفاده کردید برای محاسباتتون که به اون نتیجه در واقع خیلی جالبم رسید که احتمال دارد به یک شبکه شما برسید که هر چقدر که واکسینه کنید در واقع نتیجه درست نگیرید. این مدلی که ما در حقیقت استفاده کردیم این شکلی که شما یه توزیع درجه رو انتخاب میکنید، بعد مثلا میگید که فرض کنید که من یه توزیع درجه پی کی دارم، از این پی کی میتونید یه دنبال روس درست کنید، دیگری سیکوینس درست کنید، که میگه هر رسی مثلا به چند نفر دیگه وصله. خب بعد اون موقع اینجوری دارید که یه سری نوت دارید که هر کدوم مثل یه آدمی که با یه سری پا اینجوری رو هواست، مثلا میگی این نوده با سه تا یاله، این نوده هم با سه تا یاله. اگه بخواید شبکه بسازید بدون هموفیلی،
مدل کانفیگوریشن اینه که شما میرید این لینک ها رو، این نصف لینک ها رو در حقیقت بهش میگه استاپ، اینا رو تصادفی به هم وصل میکنه. اون موقع شبکتون کاملا تصادفیه، شما یه دیگری دیستریبیوشن دارید، از اون دیگری دیستریبیوشن مثلا یه دیگری سیکونس میگیرید و بعد اینا رو رندوم به هم وصل میکنید. اینجا ما این کار نمیکنیم، اینجا ما اون دیگری سیکونس رو میگیریم، ولی وقتی میخوایم دو تا لینک رو به هم وصل کنیم قبلش یه ملاحظه ای میکنیم. ملاحظه همون چیه؟ ملاحظه همون که ما دوتا جامعه داریم، پای وی و پای یو، و بعد میگیم که خیلی خوب، اگر من میخوام این لینکی که از این ور میاد و این لینکی که از این ور میاد رو به هم وصل کنم، شانس این چقدر؟ اون موقع همجور که اینجا نشون دادم، میتونید هوموفیلی رو به عنوان تابع یک نوایی از اینجور بایاس ها توی اتصال ها مدل کنید. مثلا نتایجی که من بهتون نشون دادم اینه که من توز درجه همون گذاشتم پاسونی، ولی خواستم که به ازای فیکس کردن تعداد واکسینه ها این احتمال اتصال رو بهش کم و زیاد کنم. وقتی پای وی وی بکنم یک، منظورم اینه که هر دو تا آدمی که دارن از گروه واکسن، هر دو تا لینکی که از گروه واکسینه ها میان، اینا حتما باید به هم وصل شد، نه به خارج از گروهشون. این یه مدل ماژولاریه که مثلا دو سه تا مقاله اگر کار رو نگاه کنید، پیپر رو نگاه کنید، این آقای جیمز گلیسون این روشش رو خیلی خوب توضیح داده، جزئیاتش اونجا هست. خیلی متشکرم، مرسی. خب بسیار عالی. اگر دوستان سوال ندارن ما یک بار دیگه از آقای عباس کردوی تشکر ویژه میکنیم و حالا امیدواریم که توی زمانهای بعدی بتونیم همکاری نزدیکتری با هم دیگه شکل بدیم. عباس جان خیلی لطف کردی و واقعا ممنونیم، شاد باشید، دوستان خسته نباشید.